نخستین گفتگوی گرم شدن زمین در کابل برگزار می شود تا چالش هایی که افغانستان با آن روبرو خواهد بود به بررسی گرفته شوند. در این گفتگو آب و کشاورزی بیشتر آسیب پذیر گفته می شوند. شناخت اثرات تغییر اقلیم در سکتورهای مختلف چون زراعت، آب، صحت، جنگل، علفچر، انرژی و دیگر ساحاتی که مرتبط و تحت تاثیر قرار میگیره ضرورت به همکاری و اشتراک همه جانبه دارد. در این گفتگو مشاور رئیس جمهور در امور محیط زیست میگوید که نهادهای مربوط برای کاهش پیامدهای ناگوار گرم شدن زمین در افغانستان برنامه نداشتند. توجه از این ارگان ها به سمت از منابع خیلی کمتر و ارگان های هم که به سمت توجه کرده با توجه به پایین بودن ظرفیت نتونستن او کمک ها به شکل دیگه جلب کنند. با این همه معاون اداره ملی نگهداری از محیط زیست میگوید که این اداره کارهایی را در این زمینه انجام داده است، اما باید نهادهای دیگر نیز در این زمینه همکاری کنند. دور بعدی که دور هفتم جفاس فعلا کار سرانجام انجام داره، اما سهم را که برای افغانستان تعیین میکنه ما پیش از پیش برنامه و برنامه خود را داریم. بر بنیاد پژوهش‌های انجام شده، افغانستان در میان 14 کشور است که از گرم شدن زمین سخت آسیب پذیر خواهد بود. از این میان آب، گندم، برنج و سویای افغانستان بیشتر از این رویداد آسیب خواهند دید.